سلام، صبح شنبه‌تون بخیر. حملات سنگین هوایی روسیه و سوریه علیه مواضع تروریست‌ها در استان‌های حلب و ادلب با دست کم 200 کشته. برخی رسانه‌ها از تسلط تروریست‌ها بر بخشی از شهر حلب گزارش می‌دهند. اگر خیال اینا این هستش که حلب دوباره اون اتفاقات سال 1390 و 91 و 2 اینها اتفاق بیفته، اینها قطعا اتفاق نمیفته. ماندگاری هوای سرد همزمان با ادامه بارش ها در مناطق مختلف کشور. دمای هوا در 16 مرکز استان به زیر صفر رسید. هشدار شرکت ملی گاز: مشترکان برای پایداری شبکه گازرسانی کشور مصرف بهینه انرژی را مدیریت کنند. و اجرای سختگیرانه ترین قانون اینترنتی دنیا در استرالیا. بر اساس این قانون زیر 16 ساله حتی با رضایت والدینشان اجازه ندارند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما را با مشروع خبرهای بامدادی همراهی بفرمایید. ارتش سوریه از وارد کردن تلفات و خسارت‌های سنگین به گروه‌های تروریستی در حلب و ادلب و مناطق اطراف آن خبر داد. دیشب و بامداد امروز هواپیماهای جنگی سوریه و روسیه مواضع تروریست‌های مسلح را در استان‌های حلب و ادلب به شدت بمباران کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 200 نفر از اعضای گروه‌های تروریستی در حملات هوایی روسیه مراکز تجمع آنها در استان‌های ادلب و ادلب سوریه کشته شدند. برخی منابع از ورود هواپیماهای باری سنگین ایل 76 روسیه حامل بمب‌های هدایت شونده روز قیامت به فرودگاه حمیمیم خبر می‌دهند. شبکه المیادین هم به نقل از خبرنگار خود گزارش داده گروه‌های مسلح تروریستی بیش از 40% از شهرک‌های غربی حلب و ادلب در شمال سوریه را اشغال کردند. شبکه الجزیره هم گزارش داد معارضان مسلح اعلام کردند که کنترل ساختمان استانداری حلب و کاخ البلدی را در مرکز این شهر به دست گرفتند. تروریست‌ها همچنین مدعی شدند کنترل شهرک‌های الشعار، الفردوس و المیسر در مرکز سوریه و شرق و جنوب حلب را به دست گرفتند. تا کنون منابع رسمی سوریه واکنشی به این خبرها و ادعاها نداشتند. اما با وجود ادعای تروریست‌ها در سر دادن شعارهای اسلامی، آنها در یک سال گذشته نه تنها در دفاع از مردم مظلوم غزه وارد نشدند، بلکه تصاویری از دیشب منتشر شده که نشان می‌دهد مزدوران جبهه النصره پرچم فلسطین را در خیابان‌های حلب به آتش کشیدند. این در حالی است که همه نهادهای حکومت سوریه در کنار پرچم سوریه پرچم فلسطین را برافراشتند. آقای مگنیر، نویسنده و تحلیلگر ارشد غرب آسیا، در برنامه جهان امروز گفت جبهه مقاومت باید به اتفاقهای تروریستی سوریه واکنش سری نشان دهد. در غیر این صورت درگیری در سوریه طولانی و خونین خواهد بود. مگنیر همچنین گفت نتانیاهو و اردوغان در سوریه منافع مشترک دارند. بشار اسد هم حاضر نبود. آقای مگنیر، نویسنده و تحلیلگر ارشد غرب آسیا، در برنامه جهان امروز گفت اردوغان و نتانیاهو در سوریه متحد استراتژیک یکدیگرند. این حمله نمیتونه بدون آگاهی و حمایت ترکیه انجام شده باشه، به خاطر اینکه ترکیه در واقع عامل مسلط در ادلب و شمال غربی سوریه هست. مگنیر همچنین گفت حمله تروریست ها بدون همکاری ترکیه ممکن نبود. یک اشتراک منافعی بین ترکیه و اسرائیل وجود داره برای از بین بردن برخی نیروها در سوریه. این تحلیلگر غرب آسیا با بیان این که نتانیاهو به دنبال حمله به اضلاع دیگر محور مقاومت مثل عراق و ایران است گفت
جبهه مقاومت باید واکنش سریع نشان دهد، وگرنه درگیری در سوریه طولانی و خونین خواهد بود. اگر اونها وارد شهرها بتونن بشن، یک جنگ پرتلفات و پرهزینه‌ای خواهد شد. اونها به بخش‌هایی از حلب البته سعی کردن وارد بشن، اما نتونستن کنترلی داشته باشن و در همون مناطق متوقف شدن، در مناطق غربی و شمالی. اونها دارن تلاش میکنن از بعضی از جبهه ها که وارد بشن. بله، هدف اونها این هست که بتونن کامل حلب رو بگیرن. آقای مگنیر این را هم گفت که رژیم صهیونیستی با شکست در لبنان به دنبال از بین بردن منابع تأمین تدارکات حزب الله است. کریمی، خبرگزاری صدا و سیما. سفیر ایران در لبنان گفت در آینده نزدیک رژیم صهیونیستی مجبور می شود آتش بس با حماس در غزه را هم بپذیرد. آقای امانی در برنامه گفتگو ویژه خبری درباره آخرین تحولات سوریه هم گفت جبهه مقاومت اجازه نخواهد داد اتفاق سالهای قبل در سوریه تکرار شود. اگر خیال اینها این هستش که حلب دوباره اون اتفاقات سال 1390 و 91 و 2 اینها اتفاق بیفته، اینها قطعا اتفاق نمیفته. سفیر ایران در لبنان که مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری جمعه شب شبکه خبر بود، از آخرین وضعیت تحولات در سوریه خبر داد. اون چه که الان در فضای مجازی تروریست ها حلب رو گرفتن و اشغال کردن و دارن سرازیر میشن به سمت مناطق دیگه، ولی در عالم واقعیت اینطور نیست. آقای امانی درباره آتش بس در لبنان هم گفت تقاضای آتش بس از طرف رژیم صهیونیستی انجام گرفته. آمریکا با فرستادن اوکشتاین به لبنان سه بار در طول این در واقع مدت اخیر نشون داده که این خواست اسرائیلیه. اسرائیل به همان توافقنامه 8 سال پیش در جنگ با حزب الله تن داده و این نشانه ناکامی رژیم در دستیابی به اهدافش است. در این توافقی که در واقع دو طرف بر اون توافق کردن، بر این نوشته، عهدنامه 1701 بارها درش تکرار شد. این چیزی بود که از ابتدا هم مورد توافق حزب الله بود. در 1701 اسرائیل منع شده که هر گونه حملاتی رو از دریا و آب و خاک، اینها رو حق هیچ گونه حملاتی نداره. سفیر ایران در لبنان با استناد به صحبت‌های نتانیاهو یکی از اهداف آتش بس را بازیابی توان نیروهای نظامی اشغالگران دانست و از وجود اختلاف در کابینه نخست وزیری این رژیم خبر داد. دو عضو تندرو در داخل کابینه خودش، اسموتریش و بن قفر رو داره و اونها تهدید کردن که اگر نتانیاهو قبول بکنه هر گونه توافقی رو از کابینه خارج میشن و با خروج اونها از کابینه در واقع دولت هم سقوط میکنه. سفیر ایران که در حادثه انفجار پیجرها در لبنان به درجه جانبازی نائل شده بود، از حضور دوباره خود در لبنان گفت. مردم ایران تشکر میکنم. انشالله به زودی ظرف یکی دو روز آینده انشالله در محل مأموریت خواهم بود. امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما. دبیر کل حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی بعد از توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و برقراری آتش بس در جنوب لبنان گفت آماده مقابله با هر نوع ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی هستیم. شیخ نعیم قاسم با اشاره به خسارت‌هایی که رژیم صهیونیستی در جنگ با حزب الله در جنوب لبنان متحمل شده تاکید کرد پایداری مقاومت لبنان تل آویو را به بن‌بست کشاند و آتش بس را به آنها تحمیل کرد. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود، یعنی نابودی حزب الله و بازگرداندن ساکنان مناطق شمالی فلسطین اشغالی، شکست خورده و مقاومت لبنان به یک پیروزی بزرگ همانند پیروزی در نبرد 33 روزه رسید. اسرائیل توقع داشت که اهداف خودش را در یک زمان کوتاهی محقق کنه، چون که رهبران را هدف قرار داد و گروهی از امکانات موجود ما را هدف قرار داد و اعتقاد داشت که ما متلاشی می شویم و در نتیجه در طول چند روز یا چند هفته کم می تواند این اهداف را محقق کند. اما حزب الله
قدرت خودش را باز یافت و طرح را به دست گرفت و نیروی مقاومت آن خودش را بازسازی کرد، رهبری و تسلط خودش را بار دیگر بازیابی کرد و پایدار در جبهه حاضر شد. از طریق نیروهای مقاوم، قهرمانان و شجاعان و جبهه داخلی دشمن اسرائیلی را هدف قرار داد و وضعیت را در وضع دفاعی بسیار مهمی فرو برد که مقاومت اسلامی این کار را کرد و خسارت‌های اسرائیل بسیار بزرگه. دمای هوا در بیشتر مناطق کشور به ویژه در استان‌های دمنه‌های زاگرس غرب، شمال غرب و دمنه‌های البرز کاهش یافته. در برخی مناطق شمالی هم بارش برف و باران گزارش شده. خانم جعفری کارشناس هواشناسی در استودیو همراه ما هستند تا از جزئیات بیشتر برامون بگن. می‌کنم حضور شما جناب آقای تهرانی و همچنین بینندگان محترم این بخش خبری خدمتتون عرض کنم تا فردا همچنان ماندگاری هوای سرد رو به ویژه در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت. برای امروز بارندگی رو در سواحل دریاخزر، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، بخشی از استان اردبیل و همچنین خراسان شمالی خواهیم داشت که به سبب کاهش دمایی که اتفاق افتاده بارش برف رو در ارتفاعات و مناطق سردسیر خواهیم داشت. برای فردا همچنان در سواحل دریاخزر به ویژه در سواحل غربی دریاخزر بارش ها ادامه داره. در استان های گیلان و مازندران بارش رو داریم. در بخش از استان های اردبیل و مناطق شمال و شرق استان آذربایجان شرقی و همچنین بخش هایی از خراسان شمالی و خراسان رضوی هم پیش بینی میکنیم که بارش رو شاهد باشیم. روز دوشنبه در بخش هایی که خدمتتون عرض کردم همچنان تداوم فعالیت این سامانه بارش رو خواهیم داشت. اما در سایر بخش‌های کشور به ویژه از روز یکشنبه تا چهارشنبه جو آرام و پایداری را خواهیم داشت و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. همین پایداری جو باعث میشه که افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو در شهرهای صنعتی و بزرگ کشور شاهد باشیم، از جمله در شهرهای تهران، کرج، عراق، همچنین قم، اصفهان و تبریز، که افزایش غلظت آلاینده‌های جوی منجر به کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. همچنین در 24 ساعت آینده در بخشایی از شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت که وزش باد شدید میتونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق بشه. از همراهیتون سپاسگزارم. اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از شما خانم جعفری و تشکر ویژه از همراهی بینندگان عزیز. مدیرعامل شرکت ملی گاز پیش بینی کرد با توجه به ماندگاری هوای سرد مصرف گاز این هفته بیش از 80 میلیون متر مکعب افزایش یابد. آقای توکلی از مشترکان خواست برای پایداری شبکه گازرسانی کشور مدیریت بهینه مصرف انرژی را جدی بگیرند. 495 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری، صنایع جز و حمل و نقل داشتیم که این نسبت به روز مشابه در سال گذشته 50 میلیون متر مکعب افزایش مصرف بوده و همینطور پیش بینی میکنیم که این عدد در این سرمایه ماندگار به بالغ بر 580 میلیون متر مکعب برسه. خب اگر من بخوام یه مقایسه ای بکنم، ما میزان گازی که روز گذشته به شبکه تحویل شده و میزان مصرفی که بخش خانگی، تجاری، حمل و نقل و صنایع جز داشتن، بالغ بر 58 درصدش توسط این بخش مصرف شده. جریان زندگی در زاینده رود، جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود نشاط مردم اصفهان را به همراه داشته. پیکر شهید مدافع حرم سردار کیومرث پورهاشمی امروز صبح ساعت 8 بعد از تشییع در شهرک شهید معلاتی تهران برای خاکسپاری به آستان امامزاده علی اکبر چیزر منتقل می شود. سردار کیومرث پورهاشمی، مستشار نظامی سپاه در سوریه، 8 آذر در حمله تروریست های تکفیری صهیونیستی به حلب به شهادت رسید.
ارتباطمون با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم برقرار شده. آقای احمدی سلام بر شما، گزارش شما را میبینیم و میشنویم. سلام به شما و بینندگان محترم شبکه خبر. بله، من الان در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی هستم. تقریبا دقایقی هست که پیکر شهید کیومرث پورهاشمی به مسجد اومده و همینطور که تماشا میکنید مردم اینجا هستن و به اصطلاح بعد از اینکه اینجا به اصطلاح مردم جمع شدن و پیکرم اینجا بود، یه مراسم ودای اینجا الان برگزار میشه و بعد به بیرون مسجد منتقل میشه و تا مقبره شهدا پیکر قرار هست تشییع بشه روی دستان مردم و بعد از اینکه نماز شهید در اونجا در مقبره شهدا خونده شد، ان شاء الله پیکر رو به امامزاده علی اکبر در چیزر منتقل میکنن و اونجا قرار هست تا قبل از اذان ظهر قرار هستش که اونجا مثلا پیکر رو به خاک بسپارن و مزار شهید اونجا هستش. اما دیروز ما به معراج شهدا رفتیم، مراسم ودایی رو اونجا به محض اینکه پیکر وارد کشور شد اونجا برای شهید مراسم ودا گرفتن که ما اونجا با همرزمانشون، با برادر و با فرزندشون گفتگویی کردیم و گزارشی رو آماده کردیم که خواهش میکنم با هم ببینیم. مراسم ودا با پیکر مستشار ایرانی در سوریه اینجا در معراج شهدای تهران. شهید کیومرث پورهاشمی 8 آذر در منطقه حلب سوریه به دست تروریست های مسلح شهید شد. شهید پورهاشمی که معروف به حاج هاشم بود جزو اولین نفرات سپاه کرمانشاه بود. جزو اولین گروه پاسداران کرمانشاهی بود که به گیلان غرب اعزام شدند. زمان جنگ مسئول عملیات غرب بود. فرمانده تیپ حمزه و سپاه پاوه شد. همان موقع برادرش ابوالحسن هم به شهادت رسید. پیکرش مفقود است هنوز. چه شب‌هایی نخوابید که اطلاعات به منطقه را بیاد. تجربات 8 سال دفاع مقدسش رو باورد. دفاع از حرمین پیش اومد. با وصفی که بازنشستگی گرفته بود. برگشت به سرکار. حضور مستشاریش در محور مقاومت از سال 64 آغاز شد. در سالهای مبارزه با داعش هم همراه حاج قاسم بود. چند هفته پیش بود که میگفتش که حاج قاسم رحمت الله علیه 63 سالگی شهید شد. سید حسن 63 سالگی شهید شد. منم 63 میرم. گفتیم دیگه وقت نداری، 63 دار تموم میشه، چند ماه بیشتر نمونده. ولی از اون حرفش به یک ماه هم نرسید که شهید شد. به آرزویش رسید در 63 سالگی. مردی که در سالهایی که از خدا عمر گرفت 40 و چند سالش را در میدان نبرد موسفید کرد. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما. کارشناسان اینترنشنال و بی بی سی در حالی رژیم صهیونیستی را پیروز آتش بس می دانند که در سرزمین های اشغالی از این آتش بس شاکی هستند. کدوم طرف دست بالا را داشته در این آتش بس؟ اینجا در اینترنشنال رژیم صهیونیستی برنده میدان است. بلتم اسرائیلی ها همین الان پیروزی فوق‌العاده‌ای برای حزب اسرائیل. در بی بی سی فارسی هم صهیونیست ها جنگ را بردند. آیا میشه گفت که بازنده این ماجرا حزب الله و برنده اسرائیل؟ اسرائیلی ها بیشتر تونستن به اهداف اولیه‌ای که اعلام کردن دست پیدا بکنن. در این که حزب الله بازنده قطعی این جنگ هست تردیدی نیست. ادعایی که حتی کارشناسان و تحلیلگران صهیونیست هم آن را گردن نمیگیرند. یه سال و دو ماهه که دارن ما رو میکشن. نتانیاهو میخواد ما رو کجا ببره؟ حکومت اسرائیل به یک توافق بی‌ارزش با لبنان تن دادیم. اون چه انجام دادیم عقلانی نیست و هدیه‌ای به حزب الله بوده. اسرائیل در این جنگ هیچ چیز به دست نیاورد.